درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا از پیامدهای گسترده همکاری موشکی ایران با روسیه خبر داد و گفت که تحریم‌های بیشتری علیه حکومت ایران از جمله شرکت هواپیمایی ایران ایر اعمال خواهد شد. نماینده کنگره آمریکا خواستار رسیدگی درمانی به توماس صالحی و آزادی او شد. به دنبال حمله بزرگ پهپادی اوکراین به روسیه، سه فرودگاه مسکو بسته شدند. آلمان برای مقابله با افرادگرایی مرزهای زمینی خود را کنترل می کند. دست کم 40 تن در حمله به یک اردوگاه پناهندگان غزه کشته شدند. طارق رمضان اسلام شناس سرشناس به جرم تجاوز به 3 سال زندان در سوئیس محکوم شد. و اپل و گوگل در پرونده های کلان مالیاتی و انحصار طلبی محکوم شدند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 10 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 20 شهریور ماه 1403 خورشیدی. وزیر امور خارجه آمریکا با تایید رسمی گزارش ها درباره ارسال موشک های بالستیک ایرانی به روسیه میگوید ایالات متحده تحریم های جدیدی علیه ایران وضع می کند. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه در لندن به خبرنگاران گفت روسیه محموله های این موشک های بالستیک را دریافت کرده و احتمالاً طی هفته های آینده از آنها علیه اوکراین استفاده خواهد کرد. او که برای سفری رسمی به بریتانیا سفر کرده در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه این کشور گفت آمریکا امروز تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌کند که شامل ایران ایر، هواپیمایی جمهوری اسلامی هم خواهد شد. بلینکن گفت تصمیم ایران برای تأمین موشک‌های بالستیک روسیه امنیت اروپا را تهدید می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین خبر داد روسیه فناوری‌هایی در اختیار ایران می‌گذارد که شامل مسائل هسته‌ای هم هست. ساعتی بعد وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا با محکوم کردن شدید انتقال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه، شرکت ایران ایر را تحریم می‌کنند. در بیانیه مشترک سه کشور آمده که این اقدام تشدید تنش توسط ایران و روسیه و تهدید مستقیم برای امنیت اروپا است. در ادامه این بیانیه آمده که ترویکای اروپایی به شکل فوری قدم‌هایی برای لغو موفقیت‌های موافقت‌های خدمات هوایی دو جانبه با ایران برخواهند داشت. براد شرمن نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از عدم رسیدگی پزشکی به توماس صالحی خواستار آزادی این رپر محبوس و تمام زندانیان سیاسی تحت خشونت در زندان‌های جمهوری اسلامی شد. این نماینده کنگره آمریکا در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت توماس صالحی که به دلیل حمایتش از ایران آزاد و جنبش زن زندگی آزادی به وسیله جمهوری اسلامی شکنجه شده و از رسیدگی پزشکی محروم مانده در معرض نقص عضو قرار گرفته است. به تاکید کرد که توماس و تمامی زندانیان سیاسی ایرانی تحت خشونت این رژیم باید آزاد شوند. این رپر زندانی بیش از 253 روز را در سلول انفرادی و در مجموع بیش از 1 سال و 10 ماه را در حبس گذرانده است. صفحه رسمی توماس صالحی در شبکه اجتماعی ایکس روز 17 شهریور ماه بر نیاز فوری و مبرم این رپر زندانی منتقد حکومت به رسیدگی پزشکی تاکید کرده و خواستار پایان یافتن شکنجه خاموش او از توی مقامات قضایی شده بود. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که مقامات حکومت ایران اعضای خانواده 10 تن از افرادی را که در جریان اعتراضات 2 سال گذشته ایران کشته، اعدام یا زندانی شده اند به اتهامات واهی بازداشت یا تهدید کرده و یا مورد آزار و اذیت قرار دادند.
بر اساس این گزارش، 2 سال بعد از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401، حکومت ایران همچنان به ساکت کردن و مجازات اعضای خانواده هایی که خواستار پاسخگویی در قبال نقض حقوق بستگان خود هستند ادامه می دهد. ناهید نقشبندی، پژوهشگر موقت ایران در دیدبان حقوق بشر، میگوید مقامات ایرانی 2 بار به مردم ظلم میکنند: اعدام یا کشتن یکی از اعضای خانواده و سپس دستگیری عزیزانشان به خاطر درخواست پاسخگویی. این سازمان حقوق بشری از قوه قضاییه ایران خواسته فوراً اعضای خانواده های بازداشت شده غیر قانونی را آزاد و محاکمه عادلانه و روند قضایی شفاف را برای هر کسی که متهم به جرمی است تضمین کند. سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال مدنی زندانی، دادگاه او را به شدت ناعادلانه دانست و تاکید کرد که اظهارات این زندانی سیاسی درباره شکنجه و بدرفتاری هرگز بررسی نشده است. این نهاد حقوق بشری بین‌المللی روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه دادگاه انقلاب اسلامی استان گیلان شریفه محمدی را صرفاً در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشریش به اعدام محکوم کرده، او را فعال حقوق کارگران، حقوق زنان و همچنین مدافع لغو مجازات اعدام معرفی کرد. سازمان عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه محاکمه شریفه محمدی به شدت ناعادلانه بود و سخنان او در مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها هرگز مورد بررسی قرار نگرفت، خواهان لغو حکم، توقف هر گونه برنامه ریزی برای اعدام و خواستار آزادی او شده است. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تا پایان سال 1403 نزدیک به 2 میلیون تن از اتباع غیر مجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد. احمد زارادان روز سه‌شنبه گفت که نیروهای انتظامی تلاش دارند با انجام اقداماتی در هماهنگی با سایر دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت کشور تا پایان سال عدد قابل توجهی از اتباع غیر مجازی را که حضور آنها در کشور غیر قانونی است از ایران طرد کنند. او در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اضافه کرد که آمار اتباع خارجی غیر مجاز در کشور مشخص شده، اما اعلام این داده ها بر عهده سازمان اتباع در وزارت کشور است. به گفته اسکندر مؤمنی وزیر کشور، آن دسته از اتباع خارجی در اولویت اخراج از ایران قرار می گیرند که غیر قانونی و غیر مجاز وارد شدند. به اضافه کرد که ایران توان این همه مهاجرت را ندارد و حجم بزرگ برود از مهاجران افغانستانی کار ایران را سخت تر کرده است. در ادامه بازداشت‌ها در آستانه دومین سالگرد اعتراضات سراسری سال 1401 بعد از کشته شدن مهسا امینی، علی جهانیان، فعال سیاسی و شاعر ساکن همدان، روز دوشنبه به همراه همسرش فرشته سوری توسط ماموران وزارت اطلاعات در این استان بازداشت شدند. به گفته منبع آگاه، خانم سوری بعد از چند ساعت بازداشت آزاد شده، اما آقای جهانیان به بازداشتگاه اداره اطلاعات انتقال یافته است. منبع مطلع همچنین گفت که ماموران حکومتی خانه آنها را تفتیش کرده و وسایل الکترونیکی این زوج را ضبط کردند. بر اساس ویدیوی دریافتی، آقای جهانیان پیشتر با انتقاد از مواضع منطقه‌ای جمهوری اسلامی و اظهارات علی خامنه‌ای درباره خونخواهی کشته شدن اسماعیل هنیه گفته بود که حسن نصرالله‌ها و اسماعیل هنیه‌ها به فدای یک تار موی جوانان برومند ایران زمین. او با تاکید بر اینکه برعکس مسئولان، دغدغه ملت ایران کشته شدن اسماعیل هنیه و فلسطین و غزه و لبنان و اربعین و حجاب اجباری و اینها نیست، تاکید کرده بود که اگر اعدام ها و بگیر و ببند ها به خاطر ایجاد ترس و وحشت و زهر چشمگیری است، مقامات جمهوری اسلامی باید بدانند که این ملت دیگر از این بگیر و ببند ها نمی ترسد و ما ملت خونخواه جوانان ایران هستیم که ببخشید و ما ملت خونخواه جوانان ایران هستیم که به ناحق خونشان ریخته شده است. بلندگان هشمان، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. روزنامه سایل هیوم در گزارشی به نقل از یک دیپلمات غربی نوشت که ایران برای پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس در تهران، و به دنبال درس‌هایی که از حمله ناموفق خود به اسرائیل در ماه اپریل آموخته، در ماه آگوست 13 آزمایش موشکی برای آماده سازی حمله احتمالیش به اسرائیل انجام داده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حدود نیمی از 150 موشکی که ایران در 13 و 14 اپریل به سمت اسرائیل پرتاب کرد به این کشور نرسیدند و حتی آنهایی هم که به اسرائیل رسیدند از برخورد به اهداف مورد نظر باز ماندند. بیشتر این پرتاب‌ها یا از سوی ائتلافی به رهبری آمریکا سرنگون شدند یا در مسیر پرتاب سقوط کردند. روزنامه اسرائیلی هیوم به نقل از منبع خود از کیفیت و دقت بسیار پایین موشک‌های ایران خبر داده است. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه 19 شهریور ماه به خبرنگاران گفت که فرصت برقراری یک آتش‌بس موقت با گروه فلسطینی حماس رو به پایان است. به گفته او، این آتش‌بس موقت در مرزهای ناآرام شمالی اسرائیل با لبنان ثبات ایجاد می‌کند. یوآف گالانت در ادامه افزود که شرایط برای توقف دست کم 6 هفته‌ای درگیری و آزادی بسیاری از گروگان‌هایی که در غزه نگهداری می‌شوند مهیاست. با این حال، وزیر دفاع اسرائیل گفت که این آتش‌بس موقت به معنای پایان دائمی درگیری نیست، خواسته ای که حماس بر آن تاکید دارد. او گفت که اسرائیل باید به توافقی دست یابد که به مدت 6 هفته موجب توقف درگیری و بازگرداندن گروگان‌ها شود. یوآف گالانت تاکید کرد که بعد از این دوره اسرائیل حق عملیات نظامی و رسیدن به اهداف خود از جمله نابودی حماس را خواهد داشت. مقامات روسیه اعلام کردند که اوکراین روز سه‌شنبه در یکی از بزرگترین عملیات پهپادی خود به مسکو و غرب روسیه حمله کرد که حداقل یک زن کشته شد، 10 خانه تخریب و 3 فرودگاه اصلی پایتخت روسیه بسته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه ادعا کرده که حداقل 20 پهپاد را در منطقه مسکو که بیش از 21 میلیون تن جمعیت دارد و 124 پهپاد دیگر را در 8 منطقه دیگر رهگیری کرده است. سازمان هوانوردی روسیه هم اعلام کرد که 3 فرودگاه از 4 فرودگاه مسکو در پی این حملات برای حمل و نقل هوایی بسته شدند و حدود 50 هواپیمای مسافربری هم مسیر خود به سوی مسکو را تغییر دادند. یک جاده اصلی منتهی به پایتخت روسیه هم تا حدودی مسدود شد. فرماندار مسکو گفت که حملات هواپیماهای بدون سرنشین به حداقل 2 ساختمان بلند مرتبه در منطقه مسکو آسیب رساند و آپارتمان‌ها را با آتش کشید. وی گفت که یک زن 46 ساله کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وی همچنین گفت که 43 تن هم به مراکز اسکان موقت منتقل شدند. و
وزارت دفاع روسیه همچنین ادعا کرد که بیش از 70 پهپاد هم بر فراز منطقه بریانسک روسیه و ده ها مورد دیگر بر فراز مناطق دیگر سرنگون شده است. به گفته مقامات روسیه هیچ خسارت یا تلفات جانی در آن مناطق گزارش نشده است. دولت آلمان اعلام کرد که برای محافظت کشور مقابل تهدیدات افرادگرایی و مهاجرت غیرقانونی به مدت 6 ماه همه مرزهای زمینی خود را کنترل خواهد کرد. نانسی فایسر وزیر کشور آلمان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت ما امنیت داخلی خود را از طریق اقدامات مشخص تقویت می کنیم و به برخورد قاطع با مهاجرت‌های غیرقانونی ادامه می دهیم. وزارت کشور آلمان روز گذشته دستور برقراری کنترل مرزی در مرزهای زمینی با فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک و دانمارک را برای مدت 6 ماه به اتحادیه اروپا ابلاغ کرد. این کنترل مرزی از روز 16 سپتامبر آغاز خواهد شد. این دستور تازه به محدودیت‌هایی که از قبل در مرزهای زمینی با لهستان، جمهوری چک، اتریش و سوئیس وجود داشت، افزوده خواهد شد. خانم پایزر گفته است تا زمانی که با سیستم جدید پناهندگی مشترک در سطح اروپا به حفاظت قوی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا دست یابیم، باید کنترل‌ها را در مرزهای ملی خود بیش از پیش افزایش بدهیم. منابع فلسطینی میگویند که یک حمله هوایی از سوی اسرائیل به یک اردوگاه پرجمعیت آبرگان در غزه دست کم 40 تن را کشته و 60 تن دیگر را مجروح کرده است. اسرائیل میگوید که هدف این حمله عناصر مهم گروه پراتی حماس بودند، اما این ادعا از سوی گروه حماس رد شده است. این حمله که بامداد سه‌شنبه 15 شهریور ماه انجام شده، یکی از مرگبارترین حملات در منطقه الماواسی بوده که شامل اردوگاه‌های پر ازدحام در امتداد ساحل غزه است و اسرائیل آن را به عنوان منطقه پناهگاه‌ها برای صدها هزار غیر نظامی آواره شده در جنگ اسرائیل و حماس تعیین کرده است. گزارشگر امور نظامی رادیو ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که این نوع حملات بدون آگاهی به ساکنین برای تخلیه در مناطقی که اسرائیل آنها را نواحی امن اعلام کرده، معمولاً برای از بین بردن اهدافی مهم از میان مقامات ارشد سازمان‌های مسلح فلسطینی است. به گفته این رادیو، استفاده از تسلیحات سنگین در چنین حملاتی هم نشان از آن دارد که عملیات با هدف کشتن یک مهره مهم انجام شده است. دادگاهی در سوئیس طارق رمضان، اسلام‌شناس سرشناس مصری سوئیسی را به جرم تجاوز به یک زن به 3 سال زندان محکوم کرد. 2 سال از این حبس تعلیقی است. این دادگاه در پایان ماه گذشته حکم تبرئه او در دادگاه بعدی را لغو کرده بود. به متهم بود که نزدیک به 16 سال پیش به یک زن در هتلی در ژنو تجاوز کرده بود. او میتواند درخواست تجدید نظر بدهد. آقای رمضان که 61 سال سن دارد، نوه حسن البنا، بنیانگذار اخوان المسلمین مصر است. وی اسلام شناس است و پیشینه استادی در دانشگاه آکسفورد بریتانیا و چند دانشگاه معتبر دیگر را دارد. چند زن آقای رمضان را در سالهای گذشته به تجاوز متهم کرده بودند، اما در سال 2023 دادگاهی در سوئیس او را تبرئه کرد. آقای رمضان میگوید که قربانی یک دام شده که برای بدنام کردن او پهن کرده بودند. این پرونده با شکایت یک زن سوئیسی به جریان افتاد که گفت آقای رمضان در سال 2008 در هتلی در ژنو به او تجاوز کرده است. این زن که گفته می شود به اسلام گرویده بود و هوادار آقای رمضان بود، به قاضی دادگاه گفته بود که قربانی یک حمله جنسی وحشیانه، ضرب و شتم و توهین شده است. آقای رمضان همه اتهامات را رد کرده، اما تایید کرده بود که با این زن ملاقات داشته است. بلندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در 2 ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional.
He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه افک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. در دو پیروزی بزرگ برای بروکسل، یک دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه علیه شرکت‌های اپل و گوگل در پرونده‌های حقوقی جداگانه رأی صادر کرد. این پرونده‌ها مربوط به مبالغی بالغ بر چندین میلیارد یورو می‌شود. دیوان دادگستری اروپا، بلندپایه‌ترین دادگاه این اتحادیه، در پایان یک نبرد حقوقی طولانی حکم داد که اپل سازنده آیفون باید 13 میلیارد یورو مالیات معوقه به ایرلند بپردازد. دقایقی بعد دادگاه همچنین در یکی از پرونده‌های مهم اتحادیه اروپا جریمه 2.4 میلیارد یورویی علیه شرکت فناوری گوگل را تایید کرد. دادگاه درخواست تجدید نظر گوگل و شرکت مادر آن آلفابت علیه این جریمه را که در سال 2017 به دلیل سوء استفاده از موقعیت مسلط خود در تحمیل موتور جستجوی گوگل به بازار اعلام شده بود رد کرد. شرکت سپیس ایکس 4 فضانورد را برای مأموریت 5 روزه پولاریس داون به فضا فرستاد تا برای اولین بار یک راهپیمایی فضایی را انجام بدهند. هدف از این مأموریت پرمخاطره آزمایش لباس‌های فضایی جدید و انجام تحقیقات علمی است. فضانوردان در این مأموریت با کپسول اصلاح شده دراگون به فضا رفتند. این مأموریت که از سوی جرد آیزاکمن، کارآفرین میلیاردر، تأمین مالی شده، شامل اولین راهپیمایی فضایی خصوصی است. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.